اطاعت بر دو قسمه، دو رقم اطاعت به عبادت داریم، یه عبادت تکوینی داریم آقا، یه عبادت تشریعی داریم. عبادت تکوینی هر می شود که در ذات اشیا نهفته شده است این عمل انجام بده. ملائکه‌ای هستند که خدا خلقشون کرده، میلیون ها سال به رکوعند، همیشه به رکوعند. این تکوینن در ذاتشون این معنا نهفته شده است که این عبادت باید بشود، در ذاتش نوشته شده. ذکر میگه نه خواب داره نه استراحت داره، میلیون هزارها سال به رکوعه، هزارها سال به سجوده، هزارها سال به قیامه. این عبادتش تکوینیه، ذات حضرت حق در ذاتش عرض شود که عنایتی کرده که این عمل انجام بشه توسط این شخص الالعبد و عبد خدا میخواد. آقا اینه، اینه بهش میگن تکوینی، عبادت تکوینی. حالا مثلا نه این که اختصاص به ملائکه داشته باشه، آیه قرآن شما میخوانید دیگه، میگید سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، تسبیح میکنند اون چه در زمین هست و اون چه در آسمان ها هست، تسبیح میکنند. خب در زمین چی هست؟ جمادات، نباتات، حیوانات، انسان، اینا همش تو این زمینه، همه اینا تسبیح میکنن. بله، سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، لیکن ناصری گوشاش نمیشنوه، پنبه گناه تو گوشاشه نمیشنوه، پنبه رو در بیاره اونم میشنوه. معروف است از عبدالاخوند کاشی، میگفتند که موقعی که مشغول میشد در و دیوار و درخت و اشجار همه تسبیح میگفتن. آقا همه میگفتن سبحان قدوس رب الملائکه بر رو هم میشنیدوشون. بعضی دیگه میشنیدن آقا که پنبه رو در آوردن. پنبه چی؟ بنده مخالفت حق. ناصری تو گوش ناصریه نمیشنوه، در بیاره چرا میشنه بده؟ اینطوره نی، اختصاص بار نداره، ملائکه میشنه بند آقا، چون اونا گناه نمی کنن از میشنه بندشون. اللهم صل على محمد و آل محمد.